باجگیری رئیس دادگاه استیناف طالبان در لوگر از دست فروشان، حمله لفظی محمد محقق بالای طالبان. نتایج یک بررسی: طالبان 27 اسیر را در پنجشیر و رگبار بستند. غم بزرگ برای صلاح الدین ربانی، حادثه المناک در بدخشان رخ داد. افزایش صادرات پاکستان از طریق افغانستان به آسیای مرکزی و تغییر موضع وزارت تحصیلات عالی طالبان مبنی بر پرداخت معاش استادانی که در خارج تحصیل می کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار: رئیس دادگاه استیناف طالبان در لوگر از دست فروشان باجگیری می کند. منابع محلی در ولایت لوگر می گویند که رئیس دادگاه استیناف طالبان در این ولایت از دست گیران باج می گیرد. منابع محلی سه شنبه می گویند که ملا روح الله، رئیس دادگاه استیناف طالبان در این ولایت، برادرش را موظف کرده تا از 25 دست فروش و 40 غرفه‌دار در اطراف خانهش ماهانه 2000 افغانی پول بگیرد. این دست فروشان و شهرداری لوگر نیز کرایه می دهند. پیش از این نیز از باجگیری فرماندهان طالبان در ولایت ها گزارش های نشر شده است. به نقل از افغانستان انترنشنال، محمد محقق، رهبر از وحدت مردم افغانستان، در سالیاد کشته شدن جنرال عبدالرازق اشکزی، فرمانده امنی ولایت قندهار، گفت گروه طالبان میان کشتن جنرال آمریکایی اسکات ملر، فرمانده وقت ناتو، و یک جنرال افغانستانی، کشتن جنرال افغانستانی را انتخاب کردند. محمد محقق این مسئله را نشانه وابستگی پیشیندار طالبان دانست. جنرال رازق، فرمانده پیشین پلیس قندهار، در سال 1397 در نشست با حضور والی قندهار و فرمانده ناتو از سوی یکی از نگهبانان والی پیشین قندهار کشته شد. جنرال رازق یکی از مخالفان سرسخت گروه طالبان بود. او بارها طالبان را ابزار دست سازمان استخباراتی پاکستان خواند و سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان انتقاد کرد. گروه طالبان به محض تحکیم قدرت، اکادمی پلیس ملی زون جنوب غرب را به نام ابو دجانه قاتل او نگهداری کردند. یونس قانونی از بنیانگذاران شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان درباره عبدالرازق صحبت کرد و خطاب به همه مخالفان طالبان تاکید کرد تلاش انفرادی و چترهای بیشمار سیاسی مشکل افغانستان را حل نمی کند. قانونی پیشنهاد کرد باید با یک برنامه واحد سقف مشترک ایجاد کنیم تا خواست مردم عملی شود. در این نشست عطا محمد نور، محمد عمر داودزی و عطا دین خان، برادر جنرال عبدالرازق اشکزی، نیز حضور داشتند. نتایج یک بررسی در پنجشیر: یک نهاد تحقیقی مستقر در بریتانیا با بررسی عکس‌ها و ویدیوهای از کشتار طالبان در پنجشیر میگوید که این گروه 27 اسیر را در این ولایت به رگبار بستند. یافته های پروژه تحقیقی افغان ویتنس، یعنی شاهد افغان، که گزارشش روز سه شنبه منتشر شد، آکی است که طالبان در ماه گذشته در ولایت پنجشیر 27 مرد را اسیر کردند و سپس به ضرب گلوله کشتند. مرکز غیر انتفاعی مقاومت اطلاعاتی مستقر در بریتانیا که اطلاعات درباره رویدادهای ضد حقوق بشری در افغانستان را جمع‌آوری و تحلیل و تجزیه می‌کند، این ویدیو و عکس ها را کمدتن توسط افراد گروه طالبان منتشر شده از بررسی کردند. یکی از ویدیوها که در این پروژه تحقیقی بررسی و تایید شده است، 5 مرد را نشان می‌دهد که طالبان چشمها و دستایشان را بستند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه به این مردان گلوله باری می‌کنند و فریاد شادی سر می‌دهند. محققان این مرکز تایید می‌کنند طالبان روش‌های وحشیانه را علیه نیروهای مخالف خیش و همچنان عامیان این نیرو استفاده کردند. وقایع حادثه المناک در بدخشان: طالبان یک زن را در بدخشان پس از شکنجه تیرباران کردند. منابع محلی در بدخشان از شکنجه و تیرباران یک زن از سوی طالبان در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. منابع محلی چهارشنبه 27 میزان برای روزنامه 8 صبح می‌گویند که این زن
زیا گل نام داشت و باشنده اصلی ولسوالی شهر بزرگ بدخشان و همسر یک تن از نیروهای جبهه مقاومت بود. به گفته منابع طالبان، زیا گل را که در شهر نو بدخشان زندگی میکرد شکنجه کردند تا محل بوده باش همسرش را که در سنگرهای جبهه مقاومت میجنگد افشا کند. پس از آن که زیا گل از دادن اطلاعات در مورد محل بوده باش همسرش خودداری میکند، طالبان او را بر اکبار و گلوله میبندند. بر بنیاد معلومات منابع، جسد زیا گل اکنون در سردخانه شفاخانه ولایتی بدخشان است. گفتنی است که در یک سال گذشته این چهارمین زنی است که در رویدادهای مختلف در بدخشان کشته می شود. افزایش صادرات پاکستان از طریق افغانستان با آسیای میانه. خبرگزاری فخمی نگارد. سفیر پاکستان در روسیه از افزایش صادرات این کشور با آسیای میانه خبر داده و گفته صادرات پاکستان از طریق افغانستان با آسیای میانه افزایش یافته است. شفقت علی خان، سفیر پاکستان در روسیه، در تازه ترین اظهاراتش به خبرگزاری روسیه تاس گفته که صادرات کشورش از طریق افغانستان با آسیای میانه به طور چشمگیری افزایش یافته است. او همچنین گفته تمام فرایند در سال محصولات تجاری پاکستان با آسیای میانه از مسیر افغانستان 25 تا 35 روز طول می کشد. او بدون ارائه آمار دقیق گفت حجم قابل توجه از محصولات تجاری پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر شده است. این در حالی است که پیش از این نیز نوید قمر، وزیر تجارت و سرمایه گذاری پاکستان، هم گفته بود که این کشور قصد دارد از طریق ارسال کالا به منطقه از مسیر افغانستان به یک مرکز تجاری تبدیل شود. و در پایان، وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید که در مورد پرداخت معاش آن از استادان دانشگاه که در خارج از افغانستان مشغول تحصیل هستند تجدید نظر شده و معاش آنها پرداخت می شود. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، 26 میزان با نشر توییت این موضوع را بیان کرده است. چند پیش کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات طالبان فیصله کرده بود که معاش استادان و کارمندان دولتی که برای ادامه تحصیل و خارج فرستاده می شوند قطع می شود. این کمیسیون با صدور مکتوب افزوده بود که معاش ماوار استادان و کارمندانی که برای ادامه تحصیل در مقاطع لسانس، ماستری و دکترا به خارج فرستاده شدند و یا در آینده فرستاده می شوند پرداخت نخواهد شد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.